well. اسم من امیده. تصور کنید کودکی متولد میشه با یه مشکل جسمی. مشکل جسمی که منجر میشه که خیلی از فعالیت‌هایی که کودکان مختلف به شکل عادی دارن رو نتونه انجام بده. من این گونه متولد شدم. یادم هست که وقتی کودک بودم رویای بزرگم این بود که خلبان بشم، بدون اینکه فکر کنم که این مشکل جسمی که دارم ممکنه مانع بزرگی بر سر این رویا باشه. تقریبا وقتی که کم کم بزرگتر شدم متوجه شدم برعکس همسن و سالهای خودم خیلی از ویژگی‌های اونها رو ندارم. نمیتونم فوتبالیست خوبی بشم، نمیتونم فعالیت جسمی خیلی بزرگی انجام بدم و خلبانی اتفاقیه که قطعاً نمیتونم تجربهش کنم. همین بود که وقتی سنم یه ذره بزرگتر شد علاقه‌مند شدم به هنر، به واسطه اینکه پدری داشتم که تقریبا تمام سرزمین کشورم بهش احترام می‌ذاشت و بزرگترین الگوی زندگیم بود به جز اینکه پدرم بود. سعی کردم فعالیت‌های مختلف فرهنگی بکنم، از ساخت فیلم کوتاه گرفته تا تهیه آلبوم موسیقی و خیلی کارهای دیگه‌ای که بتونم به پدرم ثابت کنم که من آدمی هستم که میتونم موفق بشم و نام پدرم رو سربلند کنم. همه این قصه‌ای که براتون تا اینجا تعریف کردم تو یه روز تغییر کرد. یه شب داشتم یه فیلمی می‌دیدم ساخته دنزل واشنگتن با نام حصارها. تو حصارها به نقش پدر در زندگی خیلی اشاره می‌شد. اینکه پدر چه ویژگی بزرگیه برای ماهایی که داریمش و بعضی موقع ما نعمت‌های خدا تا وقتی که کنارمون هستن قدردانشون اونقدر نیستیم. برای من همه رویاهام در پدرم خلاصه میشد و اون شب یادمه با پدرم صحبت کردم و بهش گفتم که بعد از تماشای این فیلم نقشه که شما تو زندگی من داری رو بیشتر از قبل فهمیدم. به هم گفت مثل همیشه که با اون لحن شیرینش حرف میزد، گفت فردا شب با هم دوباره فیلمو میبینیم و من برای توضیح میدم که حالا فلسفه دنزل واشنگتن اساساً چیه، چون بازیگر مورد علاقه‌ش هم بود. اما فردای اون روز پدرم به شکل ناگهانی از میان ما رفت. درست تو لحظه‌ای که فکر میکردم بیشتر از قبل میتونم بفهممش. یادم میاد توی یه اتاق خیلی سرد نشسته بودم و داشتم به این فکر میکردم که بعد از نبود پدرم چه کاری میتونم انجام بدم. دو تا مسیر بیشتر پیش روم نداشتم. مسیر اول این بود که برای همیشه از ایران برم و سعی کنم با غم نبودن پدرم به نوعی کنار بیام. مسیر دوم این بود که بمونم و برای هر آن چیزی که وجود داره و چیزهایی که او برام ساخته بجنگم و اونها رو حفظ بکنم. فکر کردم راه حل دوم بهتره، چون شاید با غم نبودنش با فعال نگه داشتن خودم کنار بیشتر بیام. هر روز و هر ثانیه شروع کردم به برطرف کردن موانعی که در مقابلم وجود داشت. کم کم فعالیت‌های مختلف پدرم رو دوباره پیگیری کردم.
همه یا کسایی که در لحظه مرگ پدرم کم 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 منو کنار گذاشته بودن، دوباره کنارم قرار گرفتن و گفتن آفرین، داری درست پیش میری، چقدر خوب داری از پس خیلی از کارها برمیاد. ولی واقعیت این بود که درونم به طرز عجیبی تخریب شده بود. هر روز که میگذشت میگفتم من همه این کارها رو دارم انجام میدم، ولی پدرم نیست که دوباره تماشام بکنه. برای چه کسی دارم این کارها رو انجام میدم؟ در حالی که همه آدم‌ها ظاهر موفقیت آمیزم رو میدیدن، در درون قلبم شکسته و شکسته تر میشد. تا اینکه یک شب در حالی که حالم خیلی بد بود و از همه عالم بریده بودم، به طرز عجیبی در اتاقم نشسته بودم و کتاب حضرت حافظ شیرازی رو باز کردم و شعر معروف خوشا شیراز اومد. نمیدونم چرا تصمیم گرفتم در اون لحظه که در اون شب عجیب سوار ماشین شم و زمینی برم به سمت شیراز. کسایی که شیراز رفتن میدونن که شیرازی ها وقتی که حالشون خیلی بده جایی به جز آرامگاه حافظ نمیشناسن، چون فکر میکنم اونجا تنها جاییه که هر انسانی میتونه دردهاش رو به کسی بده که قرن هاست در اونجا خوابیده و محرم اسرار خیلی از ما آدم هاست. وقتی رسیدم به مقبره حضرت حافظ زدم زیر گریه. با خودم گفتم حضرت من نمیدونم چرا اومدم اینجا، فقط میدونم شاید شما بتونین به هم کمک بکنین به این لحظات سختی که دارم. همون لحظه بود که ناگهان چشمم به یک بیت شعر افتاد. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. ناگهان فهمیدم بزرگترین فاکتور زندگی ما آدم‌ها رو من فراموش کرده بودم، قلب. ما انسان‌ها و در تمام کتاب‌های موفقیت ذهن ما انسان‌ها رو به سمت مغز می‌برند. اینکه چجوری خودمون رو باور کنیم از طریق مغز و چگونه باور کنیم خودمون رو تا به مقصود برسیم، در حالی که واقعیت این است که این قلب ماست که ما رو به اهداف می‌رسونه. و حافظ این رو به من دوباره یادآوری کرد. فهمیدم باید با دردهام روبرو بشم، نه اینکه از دردهام فرار کنم و خودم رو یک انسان موفق نشون بدم. و اینکه وقتی ما از درونمون و در تمام عمق وجودمون احساس خوشبختی بکنیم، خوشبختی، نه اینکه آدم ها ما رو با نام آدم موفق بشناسن یا تاجر موفق یا هر چیز دیگری. این درست همون لحظه ای بود که من فهمیدم ما بزرگترین گنجی که داریم اینی که ایرانی هستیم و ایرانی بودن برای ما افتخار بزرگی است، چون از همه عالم هایی که ما در این کشور داریم هر کدومشون برامون یه گنجی هستن به درونمون نه بیرونمون. نیازهای مادی لحظه‌ای بیشتر براتون لذت بخش نخواهند بود. بارها براتون تجربه شده که یه ماشین بخرین یا یه وسیله‌ای رو بخرین و بعد یه مدتی احساس کنین که اصلا دیگه ازش لذت نمی‌برین. ولی اگر با قلبتون روبرو بشین، هر کجای دنیا که زندگی کنین حالتون خوبه. از مولانا تا حافظ، از ملا صدرا تا سعدی، همشون این حرف رو میزنن. و من پیشنهادم به عنوان یک انسان اینه که ما باید توجه اونا به علوم خودمون میدادیم. ما کاشکی بیشتر سعدی بخونیم، بیشتر ملا صدرا بخونیم، بیشتر سهروردی بخونیم، در حالی که از کتاب فرمول گرفته تا عادتهای اتمی تا اسمای دهان پر کنیم مثل هفت عادت مردمان مؤثر یا هر چیز دیگری که همشون هم تقریبا من خوندم، هیچ کدومشون حتی در حد یک جمله مولانا ما رو به خوشبختی نزدیک نمی کنن. در پایان میخوام کل حرفم رو در یک بیت حضرت حافظ خلاصه کنم که میفرماید هنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی کیمیای هستی قارون کند که دارم. مرسی.